تقویم هنرمندان. امروز 4 حمل 1400 خورشیدی مصادف است با 18 سال روز وفات استاد فقیر محمد ننگیالی، رهبر ارکستر رادیو افغانستان و از برجسته ترین آهنگسازان و نوازندگان کشور. او در سال 1305 هجری خورشیدی در گذر کتاب فروشی کابل به یک خانواده متوسط الحال غیر هنری متولد شد. پدرش فضل احمد کارمند دولت بود است. فقیر محمد تحصیلات ابتدایی را تا صنف 4 مکتب صنایع وقت دنبال کرد. بعد شامل مکتب موزیک حربی شد و 6 سال در آن مکتب به تحصیلاتش ادامه داد. او در این دوره استفاده های زیادی مخصوصاً از 3 استادش مختار بیک، فرخ افندی و تورند غلام رسول داشت. فقیر محمد در سال 1320 به حیث رهبر ارکستر 8 نفری ریاست بلدیه کابل به فعالیت آغاز کرد و در سال 1322 همراه با ارکستر یاد شده به همکاری با رادیو کابل وقت در ثبت آهنگ‌های آوازخوانان رادیو و ترانه‌های اطفال پرداخت و در ضمن با مؤسسه پانزه نینداری نیز ارتباط هنری داشت. او در سال 1324 دوباره در بخش نظامی به فعالیت‌هایش آغاز کرد و به حیث نوازنده ترومپت در باند هارمونی وزارت حربیه و به حیث استاد موسیقی در کورس‌های موسیقی وزارت حربیه وقت خدمات انجام داد. در سال 1333 استاد صنف موسیقی مکتب خردزابتان شد که پس از 3 دوره تحصیلی این صنف از میان فارغان آن به تأسیس یک ارکستر 18 نفری پرداخت و این ارکستر نیز با رادیو کابل همکاری داشت. وی در سال 1349 پس از مدت 30 سال خدمت در بخش موسیقی نظام کشور به درجه خردزابطی متقاعد شد و سپس به عنوان نوازنده ترومپت و آهنگساز پیمان همکاری با رادیو افغانستان بست. استاد فقیر محمد ننگیالی که از سالهای زیادی بدین سو یکی از بهترین نوازندگان ارکستر شماره 2 رادیو افغانستان بوده، در سالهای اخیر به حیث رهبر این ارکستر نیز خدمات شایسته انجام داده است. او که مدتی در کورس‌های موسیقی وزارت معارف نیز به عنوان معلم موسیقی ایفای وظیفه کرده است، یکی از بنیانگذاران مکتب موزیک وزارت معارف بود که در سال 1353 تأسیس شد. استاد ننگیالی که آلات موسیقی ترومپت، فلوت، پیانو، آکاردیون و هارمونیه را به خوبی نواخته می تواند، در قالب ارکستر بزرگ رادیو افغانستان آهنگ‌های زیادی را هارمونیزه کرده و در اغلب آهنگ‌های هارمونیزه شده نیز به حیث سولیست ترومپت با مهارت بی‌نظیری هنرنمایی کرده است. وی در مورد کمپوزهایش که تعداد آن به صدها قطعه می‌رسد و همچنان در مورد آهنگ‌هایی که خودش هارمونیزه کرده است طی مصاحبه چنین گفته است: پوره به خاطر ندارم چند آهنگ را هارمونیزه کردند، ولی تا آنجا که به خاطر دارم بهترین آنها آهنگ شاهکوکو جان است که با آواز وهاب مددی ثبت و نشر شده است. از نغماتی که من ساختم، نغمه جوش طرب را می توانم نام ببرم که از آن در فیلم هنری روزگاران استفاده شده است. I'm
در مصاحبه یاد شده، نکات دلچسب دیگر نیز از زبان استاد ننگیالی به چاپ رسیده است که فشرده آن چنین است: هنرمند واقعی بیش از آن که چشم به جیب مردم داشته باشد، بر جبینشان نگاه میکند. تا مکتب موسیقی به صورت اساسی در کشور دایر نگردد، هیچ امیدی برای انکشاف موسیقی افغانستان نباید داشت. استاد فقیر محمد ننگیالی یک بار ازدواج کرده، صاحب 7 فرزند، 2 پسر و 5 دختر است که 3 تن ایشان، همایون، بصیر احمد و شکیلا، هنرمند و از جمله فارغ التحصیلان لیسه مسلکی موزیک است. همایون ننگیالی فعلا در شهر کیف جمهوری اوکراین مشغول تحصیلات عالی موسیقی در رشته ترومپت و آهنگسازی است. بصیر احمد ننگیالی فارغ التحصیل دپارتمنت تئاتر دانشکده هنرهای دانشگاه کابل است و شکیلا ننگیالی به حیث معلم موسیقی در کاخ شهری پیشاهنگان شهر کابل ایفای وظیفه می کند. استاد ننگیالی سفرهای زیادی هنری به عنوان نوازنده ارکستر به کشورهای اتحاد شوروی، چین، هند، ایران و چکسلواکیا انجام داده و جوایز متعدد هنری به دست آورده است. ولی عمدترین پاداش هنری او لقب کارمند شایسته فرهنگ جمهوری افغانستان است که در سال 1368 از مقام ریاست جمهوری افغانستان به وی اهدا شده است. استاد علاوه بر همکاری با رادیو تلویزیون افغانستان به عنوان معلم موسیقی در لیسه مسلکی موزیک و استاد موسیقی در دپارتمنت موسیقی دانشکده هنرهای دانشگاه کابل نیز همکاری های گسترده ای داشت. سرانجام استاد ننگیالی در 4 حمل 1382 در غربت چشم از جهان فروب است. بنیاد فرهنگ هنری امیر خسرو بلخی یاد و خاطره مرحوم استاد ننگیالی، رهبر ارکستر رادیو افغانستان و از برجسته ترین آهنگسازان و نوازندگان کشور را گرامی می دارد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. مرد نمیرد و مرد، مرگ از او نام جست. مرد نمیرد و مرد، مرگ از او نام جست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجا. نام چو جاوید شد، مردن نشستان کجا. ناله و دل شد گیری، راه نیستان کجا. خانه قفت شد و من